人，叫万岁，万来求敬意，万来求耶，让吉巴尔。تموم میشه. دارم میام بابا، دارم میام. آخه داری چی کار میکنی؟ دارم آتیش درست میکنم آقا غلام. تو از صبح تا حالا 10 بار آتیش درست کردی، برای کی آتیش درست میکنی؟ آقا غلام چرا اینقدر غر میزنی؟ آدم برای عروس داماد باید مرتب دعا بکنه، هی براشون اسفند دود کنه. چند بار؟ 10 بار؟ 20 بار؟ 20 بار، 30 بار، 40 بار باید تو آتیش اسفند بریزی؟ که چششون نکنن دیگه. خیلی خوب بابا، خیلی خوب، تمام تو هم اینقدر خور نزن. برو الان یه دونه تمام میشه. برو ببینم بابا، برو من هستم. چه باید اخلاقه. دست شما درد نکن. سلام بر حمید اسفند. اسفندونه. خیلی من. امیدوارم یک عمر در کنار پدر و مادر و بزرگتراتون خوشبخت و سعادتمند زندگی کنید. قربان شما، متشکرم. امیدوارم که من آقا غلامم به پای همدیگه پیر بشیم مادر جون و خوشبخت در کنار هم زندگی کنید. انشالله. امیدوارم آقا غلام سر 80 سال عمر بکنه. خدا در نمیشه. منم در کنارش خوشبخت بشم. انشالله. چشم حسود بیگانه به ترکه. به ترکه این چشم حسود بیگانه. خیلی متشکرم. به ترکه. دست درد نکنید. ببخشید مرتش خانم، خیلی عرض میخوام. مثل که ما هم اینجا بودیم ها. شما از صبح تولد 11 دفعه اسفند و دور سر خودت و آقا غلام و این اخویزاده ما و خانومش، البته عیبی هم نداره، خوبه. ولی اصلا ما رو انگار نه انگار که جزو اهالی خونه ایم و اینجا هستی. با مادر جون، پس فکر کردی من برای چی گفتم چشم حسود و بیگانه بترکه؟ خیلی ممنون، دست شما درد نکنه مرتش کنم. تکلیف ما هم روشن شد کی هستیم. حسود و بیگانه ایم. نه دوره جون، باید بترکی. نه امو جکی، من مثلا گفتم چشم حسود و بیگانه بترکه. یعنی چی مثلا گفتم؟ ای بابا آقا درست نیست برو جون. نالت نشوش امو جکی. آخه نه تو عروسی نه داماد که من بخوام برای تو اسفند دود کنم. نه دست شما درد نکنه مرتش خانم، احتیاج نیست توضیح بدی، بدتر خرابتر میشه. راحت نشم مرتش خانم، منظورم اون بهزاد اینه که این که برای نیلوفر جون آقا بهروز که عروس داماد هستن اسفند دود میکنی مسئله نیست، ولی شما هر بار که برای اونا اسفند دود میکنی 10 بارم دور سر خودتون آقا غلام میچرخونید. اگه قرار دور سر دیگران هم بچرخونید، خب بقیه هم اینجا هستن دیگه. اینو میگن همون بهزاد. خب مادر جان خودت نگاه کن، من آقا غلام یه طوری هستیم که همه به ما چش دارن و به ما نظر میکنن. بله. ولی شما چیزی ندارید که آخه به شما رو نظر کنن مادر جون. ببخش من اینطوری با شما حرف میزنم، چون شما رو خیلی دوست دارم، حقیقت به شما میگم. یعنی چی خانم مهتاج؟ کی گفته شما رو چش میزنن ما رو چش نمیزنن؟ آقا فرق ما با شما چیه؟ آقا جلال، آقا تو چی داری مادر جون که بخوان تو رو چه کنم؟ چی داری؟ چی داری؟ درستی که دندونات دادی درست کردی، ولی قیافت همونی که بوده هست. شوخی میکنم آقا جلال، دیگه شما هم ناراحت نشید. خانم فهمرزی رو که میشناسیم بابا.
خانم مهتاج، من به شما قول میدم کسی شما دوتا رو چش نزنه. این آقای بهروز و نیلوفر خانم هم که تازه عروس تازه دوماد نیستن، 7-8 روز از عروسیشون گذشته و سفرشون هم رفتن و برگشتن. دیگه نمیدونم این اسفند دود کردن شما مال چیه؟ واسه ایناست یا بهونه است برای خودتون دوتا استره؟ ببخشید آقا جلال، ما که مسافرت نرفتیم. ها بهروز، منظور جلال مسافرت کرجیه که رفتین، اونو داره میگه. بله بله، البته کرج که چسبیده به تهران اصلا مسافرت حساب نمیشه. من و نیلوفر با هم رفتیم کرج که از بابا مامان هم خداحافظی کنیم. بابا مامان؟ واسه چی خداحافظی؟ برای چی؟ برای مسافرت اصلیمون. مسافرت اصلیتون دیگه کدومه؟ نیلوفر بهشون بگو. با اجازتمون، من و بهروز قراره 2 هفته بریم ترکیه. بابا ترکیه؟ ترکیه؟ بله با اجازتون، این آقا ناصر دوست بهروز که خونشون ارومیه است، از همون خواسته 2-3 روزی بریم ارومیه پیششون. از اونجا هم بریم ترکیه، یه چند روزی هم ترکیه مهمونشون باشیم. ترکیه؟ یعنی چی ترکیه مهمونشون باشین؟ که چی بشه؟ عمو جون، ناصر دوستم داداشش تو استانبول خونه زندگی داره، قراره که ما 2 هفته بریم پیشش مهمونشون باشیم. 2 هفته آقای بهروز؟ میدونی پولش چقدر میشه؟ نه دیگه، خرجی نداره، چون ما شام و نهار و خورد و خوراکمون اونجاییم، همونجا هم میخوابیم دیگه، همونجا زندگی میکنیم تو این 2 هفته. مادر جون 2 هفته خونه مردم باشی بد نیست؟ نه خانم فرمزی، اشکال نداره، خود ناصر اصرار میکنه، میگه داداشش عشقش اینه که از ایران براش مهمون بره. مثل اینکه وضعش هم خیلی توپه، یه خونه خیلی با کلاس و رله هم داره، توش خیلی هم آدم جا میشه، خونه خیلی بزرگه. بعد چون کاروبارش خیلی زیاده تو ترکیه، نمیتونه بیاد ایران، همیشه دوست داره از ایران مهمون بره پیشش. بله خوبه دیگه، 2 هفته میریم ترکیه، خرجش هم خیلی کمه. تازه که رفیقام میگفتش که خواستی بری ترکیه، بهت میگم از ایران یه چیزایی ببر اونجا، مثل چه میدونم زعفرون و پسته و اینا بفروش اونجا، اونجا هم یه سری جنس مثل بخر بیار اینجا، کلی هم پول تو دستت میمونه. بس دیگه، همین که مسافرت داره برامون مجانی تموم میشه کافیه دیگه. راست میگم. خب ان‌شاءالله به سلامتی کی عازمی؟ اینو نگفتی. با اجازتمون پس فردا صبح اول میریم ارومیه، یه چند روزی ارومیه هستیم، بعدم میریم ترکیه. پس فردا؟ یعنی فردا نه پس فردا؟ 2 روز دیگه؟ وقت الان تازه داریم به من میگین؟ آخه عمو جون هنوز قطعی نشده بود، تازه همین امروز ما به این نتیجه رسیدیم که میتونیم بریم. بله. همین امروز بهروز یکی از شاگرداشو پیدا کرد که مغازه هم بسته نشه، اگر اون شاگرد ما پیدا نمی کردیم ممکن بود اصلا نتونیم. بله بله. خب آقا بهروز شاگرد پیدا کرده، مغازش هم وازه و کاسبیش هم برا، میتونه بره سفر. بله. من چی؟ من 2000 تو کارو گرفتاری دارم، حداقل 4-5 روز این کارو گرفتاری من طول میکشه تا ردیفش بکنم، والله در غیر این صورت به هیچ وجه من الوجود نمیتونم در خدمتون باشم بیام باهاتون. من نمیتونم بیام عمو، نمیتونم. باز حتما یه 4-5 روز شما برنامه مسافرتتون رو عقب بندازین، اون وقت من میام باهاتون. شما که اصلا قرار نیست با ما بیان. یعنی چی قرار نیست با ما بیان؟ من و نیروفر دوتایی قراره بریم. بهروز جون چی حرفی هم میزنی؟ یعنی من عمو پیرپکوچه که انقدر بیمعرفت و بیمرامم که بزنم شما دوتا جوون ناپخته و خام بلنشین برین کشور غریب، اونم تک و تنها؟ عزیز من غریبه باشه همچی کاری نمی کنم، همراهش میرم. شما که دیگه فامیلی، مثل پاره تن منی عزیز من. من بزنم شما نیلوفر خانومم چه فرق میکنه؟ انگار عروس خود منه. بزنم شما دوتا جوون همینجوری تک تنها بلنشی به کشور خارج، اون ترکیه. تنها چی همو؟ مگه ما بچه ایم؟ ما تازه خودمونم مهمونی یکی دیگه ایم. نه 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 آقای بهروز، عمو کاپیتان درست میگه، تو این سفر لااقل باید 2 تا بزرگتر باشه. ما باشه حالا بابا جون، بار اول از ایران دارین میرین خارج از کشور. درست. اونجا 1000 فوت و فن داره، تنها که نمیتونی. حالا آقای تابیده، 2 نفرم نه، حتما 1 نفر که بزرگتر لازم دارن که باشون بره. نه اتفاقا آقای بهزاد، 2 نفری خیلی بهتره. اصلا میدونی چرا آقای بهروز دوست ندارن شما زیاد باشون بری؟
اصرار نمیکنن. خب معلومه دیگه، قربونت برم. اینا دوست دارن که با یه خانواده هم سفر بشن. به خاطر نیلوفر خانم راحت باشه، هم صحبت داشته باشه. به همین خاطر من و پوران خانم هم میخواییم با آقای بهروز بریم. موافقی پوران خانم؟ والا البته برای من یه کمی سخته، میدونین که من گرفتارم، ولی خب به هر حال نیلوفر جون آقا بهروز همسایه‌مونن دیگه، وظیفه‌مونه دیگه، کاری نمیشه کرد. بله دیگه، انجام وظیفه است. فقط آقای بهروز من ممنون میشم اگه این مسافرت رو یک دو سه روز عقب‌تر بندازی، واسه منم خیلی بهتره. به همه کارام میرسه. عجب حرفی میزنی شما جلال. خب حتما عقب میندازن، معلومه که این کارو میکنن. اجازه بده آقای تابیده، اجازه بده ترمزستی رو بکش داش پیادهشو با هم بریم. شما زن شوهر خودتون میبرین و میدوزین. با من با ناصر داشتش رو دروایسی دارم قربون شکله. همین الانش که سه نفری هستیم، من به خاطر اومدن بهروز و نیلوفر خانوم که همراه من قراره بیان خجالت زده اونم. خجالت میکشم هر روش این دوتا دارن با من میان. وقت شما زن شوهر همینجوری خودتون الکی الکی دعوت میکنی؟ ده ما خودمون خودمونو دعوت کردیم یا شما؟ شما؟ ده ببین رو رو برم آقا جون، ما داریم به اصرار آقای بهروز و خانمشون به این سفر میریم، وگرنه از سفر زیاد خوشمون نمیاد. آقای بهزاد ترما دستیری به کشتاش بزن تو خاکی. اصلا بهروز و نیلوفر خانم کی به شما اصرار کردن؟ میگه کی اصرار کردن؟ حرف بزدن اینا. شما متوجه نبودی، نفهمیدی اصرار کردن. جلال اجازه بده، این که عصبانیت تو جروبست نداری که. اجازه بده آقای پیرپک کوچکی عمو بهزادم بیان، شما اونجا با آقا ناصر و خانومش صحبت کن، یعنی با داداشش صحبت کن، بگو که ما مجبور شدیم عموی آقا بهروزو بیاریم و ضمناً پژمان هم مجبور شدیم دیگه، کاری نمیتونستیم. چی پورا خانم بگه؟ پژمان دیگه کجا سر در آورد؟ بچه بازی مگه سفر ترکیه، سفر خارج از کشور، اصلا به پژمان شناسنامه نداره چجوری پاسپورت میدن؟ ببخشید آقای پیپک و جکی، ببخشید عمو بهزاد، شما وقتی میخواین بیاین ما میگیم اشکالی نداره، وقت پژمان میخواد بیاد که پسر ماست برای شما اینقدر عجیبه؟ بابا واقعا جالبی شما شلوغش میکنه. خیلی خوب بابا آقای تابیده، خیلی خوب، حالا چون سفر مجانیه پژمان بیاد، اصلا من میگم آقا عزت هم بیاد، خوبه؟ بله، اصلا خواستین بله. چند تا این همسایه‌ها رو هم ورد نه 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 دیگه شلوغش نکن، ولی دست بله. جمعی خیلی خوش میگذره. اجازه بدیم ببینم. ولی اما بسید آقا عزت رو شما بهش بگین، ما پژمان هم هست با ما دست بله. بگیم. بله ما سرف بریم خود میگوریم. اجازه بدیم اب نداره بذی بیان دیگه. نه امو جان خود شما هم یه دقیقه اجازه بدیم. نه خود شما من که راضی نیستم حالا اینو اصرار بکنم بیا. اصلا شما خود شما هم نباید بیاید عزیز من. از این ساختمون فقط قرار من و نیلوفر با دوستم و خانومش بریم خونه داداشش. چه ربطی داره؟ ما داریم میریم، ما اصلا این همه آدم من میخوام دنبال خودمون را بندازیم، ما قراره بریم ترکیه. آها اجازه بدین. خب آقا بهروز داره درست میگه دیگه، آقا بهروز و نیلوفر جون دو نفری میرن، من و پژمان و جلالم سه نفری باشون میریم. باشه قبوله، چشم آقای تابیده، بس رو تمومش کنیم. پس شدیم به سه گروه تقسیم، درسته؟ بله. یه گروه دو نفره که نیلوفر خانم و آقا بهروزم. بله. یه گروه یه نفره که بنده باشم و یه گروه سه نفره که شما باشین و خانواده. بله. در چمی میریم خوش میگذره دیگه. بله مجبان خیلی خوش میگذره. بهروز جون قربونت برم. عمو جون مثل که شما متوجه نیستین، من و نیلوفر قراره بریم دو نفری پس فردا. عزیز من شما و نیلوفر دو نفری به اتفاق جمع پس فردا هم نه پنج رو دیگه که ما با آقای تابیده هم به کار زندگیمون برسیم و بیاییم. با آقا چقدر حرف میزنید؟ چرا این دوتا جوان اینقدر خون به جگر کردین؟ خواه اینا تصمیم گرفتن بعد از عروسیشون با هم دیگه برن مسافرت ما اصلا بعدم برگردن به کار و زندگیشون برسن. بعدم از این گذشته بعد از عروسی آدم وقتی میخواد بره ماه عسل دست جمعی به در نمیخوره. مادر جون باید دو نفره برن دیگه. ای بابا مردش خانم، مگه ما میگیم نرن؟ اصلا شما شنیدیم ما بگیم نرن؟ باید برن ماه عسل، اتفاقا دو نفری هم باز رفت. همون ولی
ما میگیم یه جوری برنامه ریزی بکنن، ما هم باشون بریم. ای بابا، چون دست جمعی هم به من خوش میگذره، هم بد نیست یه سفر خارج بریم و آب و هوایی عوض بکنیم. ای بابا، آقا بهزاد شما که باز حرف خودتو میزنی. عزیز من چه حرف خودم زدم؟ من دارم نظر نیلوفر خانومو عرض میکنم خدمت تو. شما نظر نیلوفر خانومو از کجا میدونی؟ ای بابا، نیلوفرمو یه بار نظرتو بگو، بگو که دوست داری همگی با همدیگه بریم و بهمون خوش بگذره تا این آقا غلام متوجه بشه. بگو همو. به نظر من؟ بفرما آقا غلام. دیدی؟ نظرش متوجه شدی؟ میگه به نظر من بهتره که همگی با هم بره. تو اصلا گذاشتی این بچه حرف بزنه؟ غلام جون، من نذاشتم نیلوفر خانم حرف بزنه. بله. نیلوفر همو اعلام کن، دوباره بگو، سه باره بگو. بزن این غلام مثل که گوشش سنگینه، قشنگ متوجه بشه. بگو. به نظر من نه، چیز مهمی نیست، شما بفرمی. بفرما غلام جون، متوجه شدی؟ میگم بفرمایید همگی با هم دیگه بریم که به هممون خوش بگذره. آقا بذار حرفشو بزنه. عزیز من، مگه من میگم حرفشو نزنه؟ داره حرفشو میزنه دیگه، به این واضحی و روشنی. برای پنجمین بار بگه، برای بیستمین بار بگه. اما نیلوفر خجالت نکش، نظرتو اعلام کن، این آقا غلام خیالش راحت بشه. مادر جون، تو نظرتو بگو، نظر تو خیلی مهمه. آره بگو نیلوفر، بگو خلاص شیم. بگو. آره به نظر من امشب هوا خیلی سرد شده. نظر شما چیه؟ به نظر من هوا خیلی سرده. شما نظرتون چیه؟ اصلا نمیدونم چرا یهو اینقدر هوا سرد شد. من سردمه. نمیدونم چرا یهو اینقدر هوا سرد شد. حالا نمیدونم من فقط سردمه یا شما هم سردتونه. خیلی خوب، خیلی خوب. اما نیلوفر بسه، بسه. خیلی ممنون. نظرتو فهمیدی. چه ربطی داره؟ آخه میدونین چیه؟ چی؟ به نظر من هوا خیلی سرد شده. من که دارم یخ میزنم. نظر شما چیه؟ به نظر من دیگه حرف زدن فایده ای نداری. برای اینکه اگه تا صبح هم اینجا بشینیم و حرف بزنیم، نظر نیلوفر همونی که داری میگه. همین حرفا رو میزنه بازی. پس با این حساب فردا ایشالله میشینیم مفصلا صحبت میکنیم. بله شما درست میگه آقای تابیده. فردا از سر شب میشینیم و جلسه رو ادامه میدیم که ببینیم به چه نتیجه میرسیم. دیگه یه چند روز دیگه که کارامونو کردیم، همگی دست جمعی را میافتیم و میریم با امید خدا. خامون نمیشه. آخه نداره بروز جون، خانومت سردشه. اگه بشینه ممکنه یه وقت سرما بخوره بنده خدا. بریم، گود نایتتون باشه تا فردا. خداحافظ همگی. بفرمایید بریم. با اجازهتون من دارم یخ میزنم. آفرین. فشارش افتاده من فکر. آره بریم بفرمایید. بفرمایید. شما چمدون دارید؟ فکر میکنم فشارت افتاده بود پایین، اینجوری سردت شده بود. الان گرمتر شدی؟ آره فشارم بود فکر میکنم. آره الان خیلی بهتر. آره خب بیا یه لقمه دیگه هم بخور بهتر میشی. دستت درد نکنه. خواهش میکنم. میگم بالاخره چی شد؟ قرار شد همه با هم بریم یا دو نفری؟ معلومه که دو نفری. اصلا من نمیدونم این آقا جلال و پوران خانم و عمو چه فکری میکنن. اینا اصلا ناصر هم نمیشناسن. چطور میخوام بیام پیش داداش ناصر؟ ای بابا واقعا بی منطقن اینا. من نمیدونم چی کار کنم دیگه. مثل اینکه آقا غلام و مهتاج خانم فقط شرایطو درست درک میکنن. نه اصلا آقا غلام و مهتاج خانم تو هنوز نمیشناسی. انقدر آدمای خوب و با منطقی ان. انقدر من از قدیم میشناسمشون دیگه. فوق العاده آدمای با تربیت، شعور فوق العاده بالا دارن. اصلا این پیرمرد و پیرزن رو وقتی من میبینم کلی کیف میکنم. تجربه کامل. اصلا دیدی چه جوری صحبت کرد؟ این نشون میده این آدم پره، حالیشه. من میرم با آقلام و مهتاج خانم صحبت میکنم، میگم یه جورایی سفت و سخت هوای ما رو داشته باشه. اصلا اگه کسی حرف سفر رو زد جلوش وایسه بگن آقا سفر بی سفر تموم شد و رفت. بهروز میخواد با زنش تنهایی برن سفر. یعنی چین چه کاریه؟ و مطمئن باش اگر آقا غلام و مهتاج خانم به اینا بگن دیگه همه چی تمومه. برای اینکه رو حرف این پیرمرد و پیرزن تو این ساختمون کسی حرفی نمیزنه. تموم شد و رفت. میدونم تو اگه باهاشون صحبت هم نکنی مهتاج خانم و آقا غلام باز همینو میگن، چون نظر خودشون همینه. مطمئن باش. دیدی امشب آقا غلام چجوری جواب آقا جلال و عمو رو داد؟ من خیلی خوشم اومد. اصلا کارش درسته این آدم. اینم بخور فشار بیاد. دست درم.
سلام علیکم. سلام آقا بریز. سلام، خوبه؟ حالت خوبه؟ قربان شما، متشکرم. اتفاقا همین الان ذکر خیر شما با نیلوفر بود. ذکر خیر ما؟ بله. راجب چی مادر جون؟ راجب همین موضوعی که تو حیات پیش اومد دیگه. من به نیلوفر میگفتم که آقلا و مهتاج خانم همیشه آدم های منطقی بودن. همه حرفاشون غیر منطقی بود به جز شما. شما حرفاتون دقیقا منطقی و درست بود. ما رو درک میکنید. آخه مادر جون این خیلی کار بدیه. همچی که شنیدن شما میخواییم بریم مسافرت. بله. اونم برای اینکه مسافرتش مفت و مجانی بوده. دقیقا. عمو جکی، پوران خانم، آقا جلال همه رو افتاده بودن. بله. آبروز ما اومدیم بهت بگیم که خیالت راحت باشی. من فردا با همهشون صحبت میکنم. به اینا میگم که بابا شما دوست ندارید اونا با شما بیان مسافرت. درسته؟ هر جورم هست راضیش میکنم که اصلا به هیچ وجه راجع به این مسئله حرف نزن. شما خیلی لطف دارین. همیشه لطف شما شامل حال ما شده آقا غلام. خیلی ممنون. خیلی ممنون. شرمنده هم بکنیم. خیلی متشکرم. ما مخصوصاً اومدیم این مسئله رو با شما در میون بذاریم بعدم بریم. خیالتون راحت. خب بفهمین تو. خیلی ممنون. مزاحمت نمیشیم. خواهش میکنم. قربان شما. به نیلوفر جان سلام برسونم. چش. قربان شما. خواهش میکنم. بازم ممنون آقا. خواهش میکنم. بله به نیلوفر جان حتما سلام برسونم. چش. بفهمین تو. خواهش میکنم. خیلی ممنون. مزاحمت نمیشیم. آره. خدافظ. خدافظ شما. خدافظ. خدافظ. به نیلوفر جان یادت نره. سلام برسونی. بله سلام برسونی. بله. چشم میرسونه. قربان برم. شبتون بخیر. شب بخیر. بله. خدافظ شما. خدافظ شما. قربان شما. با اجازتون قربونت برم. بله. به نیلوفر جان سلام حتما برسون. چشم. خیلی ممنون. میرسون. سلام میرسون. قربونت برم. قربونت. شبتون بخیر. گویا حرفی میخواییم بگین. بله بله مادر جون، میخواییم یه چیزی در میون بذاریم با شما. خب بگین. بله بله. بروز جانم، من مهتاش تا حالا خارج نرفت. شما میخواین با من و نیلوفر بیاین ترکیه؟ شما که داشتین تو حیات میگفتین که اینا اشتباه میکنن، ما درست میگیم که خانم فرمرزی. مادر جون ما مخصوصا این حرف زدیم که اونا رو منصرف کنیم. بعد چهار نفری بلنشیم بریم مسافرت ترکیه. خیلی به ما خوش میگذره. آره بریز. آره خیلی خوش. من بهت قول میدم. من بهت قول میدم که هر جوی هست منصرفشون کنیم. چهارتایی با هم میریم. بله خیلی خوب میشه. بله به نیلوفر جون سلام برسون حتما. چشم میرسونم. آره باره. آقا بریز جانم، ما دیگه وقت شما رو نمیگیریم. انشالله پس فردا صبح زود بدونه که کسی بفهمه. آه. طبق برنامه با هم میریم. بله. حالا برو بگی بخواب. باشه مادر جان. آه یعنی شما کاری ندارین بندازیم عقب نندازیم؟ من مهتاش خوبیش اینه که هیچ کاری نداریم. شما نمیخواد که برنامه‌تون رو به خاطر ما عقب بندازیم. آه. پس فردا صبح زود میریم. آره سلام برسونی ها، یادت نره. به نیلوفر. آره. سلام میرسونی. آره سلام برسونی. برو بگی بخواب عزیزم. آره. شبت بخیر. شب شما. خیلی ممنون. شب بخیر. بچه‌ها بریم دیگه مزاحم نشیم. چشم میرسونم. سلام به نیلوفر. بچه‌ها بریم. به نیلوفر سلام. بریم مزاحم نشیم. چشم میرسونم. خداحافظ. به نیلوفر سلام میرسونم. چشم قربان شما. خداحافظ. پاشو بریم. پاشو. کجا؟ بریم از بابا مامانت خداحافظی کنیم. بودو. برای چی؟
من فردا به شاگردم میگم از صبح در مغازه باشه دیگه. ببین برای اینکه به جای پس فردا باید فردا صبح زود بلند شیم بریم از اینجا. چرا؟ خب برای اینکه اگر نریم 50 نفر راه افتادن میخوام بیان دنبالمون، ما بیان سفر. فهمیدی؟ باید راه بیفتیم بریم، بی خداحافظی فردا صبح زود راه میفتیم بریم. جمع جور کن بریم. پاشو. سلام عمو. طوری شده عمو؟ پس من تو حیات یه سطح دارم به التماس میکنم، میگم این مسافرت رو دو سه روز بنده از عقب، یه سه چهار رو بنده عقب بذار من به کارام برسم. وقت تو دورمون میزگرده نون پنیر سبزی میخوری و به خانومت میگی فردا صبح زود میذاریم. خجالت نمیکشه تو؟ عمو شما صدای ما رو از کجا شنیدین؟ از کجا؟ ما جای نشده، ما صدای شما رو نشده. پس چجوری فهمیدین من نیلوفر چی داریم میخوریم چی داریم میگیم؟ بچه جون من تو رو بزرگت کردم، اگه ندونم با کی چه حرفی میزنی کجا چی چی میگی که باز سرم بزنم زیمه بمیرم. ببین چی میگم عمو، یه سه چهار رو مسافرتت میندازی عقب که من کارامو بتونم راست ریس کنم و به اتفاق شما باشم. فهمیدی یا نه؟ بله. بعدم همه که با هم میریم دیگه. کاری نداره. برو. به نیلوفر خانمم سلام منو برسون. نمیای تو عمو؟ نه. برو. به نفعت. خدا پس. برو. این دفعه کی بود؟ عمو. چی میگفته؟ میگفتش که فردا صبح زود نرین، دو سه روز بندازین عقب سفرتونو که همه بیان. از کجا فهمیده بودن ما فردا صبح میخوایم بریم؟ منم نمیدونم، اصلا موندم. حالا میخوای چیکار کنی؟ سفر عقب میندازی؟ معلومه که نه، همون فردا صبح زود میریم. عموه، حالا ببین من چی میگم بهش. بابا عمو خجالت نمیکشی پشت در وایسادی حرفای ما رو داری گوش می‌کنی؟ سلام، حالشون ببخش. ببخشید من شرمندم، فکر کردم عموم پشت در وایساده. آقا بهروز شما چرا به حرف دیگران احترام نمیذاری؟ چی شده مگه؟ طوری شده مگه؟ همین یه دقیقه پیش عمو بهزاد نیامد به شما گفتش که مسافرت رو یه چند روز عقب بندازین، بحثم نکنین، تازه به نیلوفر جونم سلام برسونین ها؟ او وقت میرین تو، وقتی نیلوفر ازتون میپرسه که حالا مسافرت رو عقب میندازی میگی نه همون فردا صبح زود میریم. تازه سلام عمورم به خانم نیلوفر نمیرسونی. ببخشید شما از کجا میدونید؟ نکنه شما هم بنده رو بزرگ کردین؟ نه لازم نیست شما رو بزرگ کنیم، هر کی یه کمی رو شما دقت کنه میفهمه که چی میگین و چی میشنوین. تازه ما بعد این همه سال باید مرده باشیم نفهمیم همسایه‌هامون چی کار میکنن چی کار نمیکنن. آقای بهروز. به هر حال آقا بهروز مسافرت رو میذاریم برای همون سه چهار روز دیگه که قرارشو گذاشتیم که ما هم سر فرصت بتونیم به همه کارامون برسیم، بعد همگی با هم با خیال راحت دست جمعی را میفتیم میریم. در ضمن به نیلوفر جونم سلام برسونید. خداحافظ. چشم. خداحافظ. سلام بندرم ابلاغ بفرمایید. خداحافظ. بهروز چی شده؟ چرا اینجوری شدی؟ بهروز بهروز آروم صحبت کن. چی شده مگه؟ هیچی، فردا صبحم برای رفتن دیره، باید قبل از اینکه آفتاب بزنه چهار صبحینا بلنشیم رو بیفتیم بریم. بابا مامانتم تلفنی خداحافظی میکنیم، میریم یه چرت میخوابیم، وسایلمون رو جمع میکنیم میریم. خلاص اینطوری که نمیشه، بعد با همسایه‌ها خداحافظی کنیم، اگه خداحافظی نکنیم زشته. بابا جون همون چهار صبح که خواستیم بریم، میریم یه توک با دم خونه عمو در میزنیم میگیم آقا ببخشین چون ما سفرمون یهویی شد نمیتونیم از بقیه خداحافظی کنیم، شما از بقیه خداحافظی کن. میریم دیگه، چه زشتی داره؟
اینطوری زشتی؟ نه بابا، میگم چه زشتی داره آقا جون. ناچاریم این کارو بکنیم، باید در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرن تا بیان به خودشون بیان. ما رفتیم 40 نفر آدمو که نمیتونم ببرم خونه، یکی نمیشناسم. اینا گیر دادن سبر میخوان بیان. ولشون کن، باشو باشو، جمع کن وسایلو، یه دو تا چمدون خیلی سبک جمع و جور کنیم، 4 صبح میریم. راستی چیزه خانم فرامرزی، آقا غلام، خانم تابنده، آقای تابنده و عمو بهت سلام رسوندن 50 بار. بودو دیگه چی ریختی توی؟ آخ چی بردارم؟ نیلوفر، نیلوفر بابا بیا دیگه، دیر شد. چایم حاضر دیگه. خب همه چی رو بستی؟ وسایل رو برداشتی؟ آره. خب ببین، من شیر گاز رو بستم، فلکه آبم بستم، تمام درارم قفل کردم، در پاسیارم که خیلی تاکید داشتی قفلش کردم، خیال تخت راحت داره. وقت فقط بریم از عموی خداحافظی کنیم، بریم تمام. چیه پوشیدی؟ خوشگله نه؟ نه، شبیه کاغذ کادوه. کجا شبیه کاغذ کادوه به این قشنگی؟ بابا اینو مخصوص سفر گرفتم، گلاشو نگاه کن نیلوفر. تو به این پیرن نگاه میکنی روحت شاد نمیشه، احساس میکنی که همین الان سفر، نه اصلا احساس میکنی الان تو ترکیه ایم. از الان به این پیرن نگاه کن، احساس کن تو ترکیه. چه گزل پیرندی، ترکیه یا میگن. به جون خودم میریم اونجا میبینی دیگه. به جون خودم خیلی خوشگله، قشنگه دیگه. چیه آقا؟ بریم بریم. این موقع شب در خونه عمو رو بزنیم بد نیست، خوابه بنده خدا. نه بابا، از خدافظی نکردن که بهتره. میریم خدافظی میکنیم، تموم شد رفت. میگم با این وجود هم عمو هم بقیه همسایه ها کلی از دستمون عصبانی میشن. بابا جون تو برنامه سفر رو بسپر به من، همه چی حله. بعدم بشینن پیش خودشون فکر کنن، حقو به ما میدن. بابا جون من و خانومم میخوایم بریم با هم موصل، 100 نفر دیگر نمیتونیم با خودمون ببریم که. بعدش هم تازه من از اونجا کلی براشون خرت و پرت میگیرم، سوغاتی میگیرم براشون میارم، دیگه از دلشون در میاد. بریم آقا بریم، فقط بی سر و صدا، هیچکی نفهمه. بریم ترکیه. سلام. بی سر و صدا. بهروز، این دوتا رو هر دوتاشو من بیارم. چی؟ این دوتا رو هر دوتاشو من بیارم. سنگینه مگه؟ اینو بگیر. خب معلومه خیلی سنگینه. به جام دیگه نیلوفر بابا، لفتش بدیم میفهمن دیگه. بودو چرا خورم خاموش کن. چرا نمیده تو در؟ کدوم کلیده؟ اینه؟ اینه. هول نشو، ما فقط قراره بریم مسافرت و کسی هم نفهمه. باشه. تو که هولتری؟ من نه بابا، من عجله دارم. خیلی ریلکس، بی سر صدا فهمیدونم. مرگم
میگم حال نشو دیگه. چیزی نشد؟ دوری میشه خوبم. ترکیه وای انقدر، آی انقدر ترکیه قشنگ، انقدر قشنگ. تو قبلا رفتی؟ من نه. پس از کجا میگی؟ عکساشو دیدم قبل. چرا درو نمیکنه؟ حتما خوابن دیگه این موقع شب. عمو، عمو بزاد. عمو، عمو منم بهروز. عمو، 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 عمو. تو که اینجوری همه رو از خواب بیدار میکنی؟ خب چی کار کنم؟ باید در واقع کنم، خدافزی کنیم ازش. کف سنگه نه؟ آره سنگه. چی کار کنیم؟ نمیشه عمو شاکی میشه، خدافزی نکن. چیزه کاغذ خودکار تو کیفت داری یا برم از تو خونه بیارم؟ نه فکر کنم دارم. بذار نگاه بکنم بعد برو. به جام دیر شد. نه میرم برم از خونه میرم. مرد نشو خودکار داشتم. این نداری برم از خونه؟ یه نامه می نویسیم براش، میذاریم لای در، اینجوری بهترم از ما رو نبینه کمترم گیر میده. ها بهتره نه؟ نیلوفر این ساکر یه دقیقه بگی بالا من زیر دستیم بشه، یه خود سنگینه. با یه دقیقه بگی همکاری کن نیروفر دیگه، میخوام یه نامه میخوام به ترکیه. بیا بالا. بیا بیا بیا. چی بنویسم؟ عمو جان، عمو ما، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا. عمو بهزاد عزیز ببخشید که نگران این تکون ندارم، نگران مجبور شدیم صبح، آبا تکون نده دیگه اینو. چش مجبور شدیم صبح زود حرکت کنیم، البته برای خداحافظی از شما آمدیم، ولی خواب سنگین شما ما را از لذت دیدارتان محروم کرد و ما مجبور شدیم برویم. ما یعنی من تو انشاءالله در برگشت مفصل اتکون ندیم. خوب سنگینه. خب یه دقیقه میگرد باش. در برگشت مفصل شما را خواهیم دید، لطفاً از قول ما از سنگینه. از قول ما از بقیه همسایه ها خداحافظی کن و معذرت خواهی کنید و توضیح بدهید که ما به دلایلی مجبور شدیم ها سفر خودمان را کمی جلو بیاندازیم. خوب بود تو اینجا؟ آره دست در نکن. با تشکر مجدد چند روزی خدا حافظ. بهروز؟ بهروز خود سنگینه. بهروز و نیلوفر به همه سلام برسه. آه یه چیزی هم برسه. راستی نیلوفر معذرت خواهی کرد و خدا حافظی هم کرد و سلام هم رساند. بس 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 اون دیگه نمیخواد. با تشکر خداحافظ نیلوفر و بهروز
زوج خوشبخت. حالا دیگه هرچی شد خیلی هم بهتر شد اینجا. خواهش میکنم. حالا یواش یواش منو میشناسی، من خلاقیت زندگیم بالاست. ترکیه ما داریم نیام. خیلی خوب شد، هیچکی نفهمید. خدا رو شکر. بریم. میگم چجوری بریم؟ زنگ زدم این آژانسی ماشین نداشت. خب میرم الان از سر کوچه دربست میگیرم. مهم اینه که ترکیه ما اومدیم. دست در نکنید. داخل حواست باشه. ترکیه ما اومدیم. عمو شما اینجا چیکار میکنید؟ بوی